سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیرم و امشب اومدم که براتون از یکی از نقاط جالب تهران ویدیو بگیرم، پل طبیعت، که خیلی پل زیبا و جالبی هستش و یکی از جذابیت ها و نقاط دیدنی تهران محسوب میشه. خب من این اتوبان مدرس شمال الان دارم میرم بالا به سمت پارکینگ و ماشینم رو پارک کردم و الان داریم میریم داخل پارک، بعد از داخل پارک آب‌وآتش بگذاریم و به پل طبیعت برسیم. خب بریم محوطه پارک آب‌وآتش و پل طبیعت رو با هم دیگه ببینیم. قبلش فقط این که لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله هم بزنید که بتونید بعدا ویدیوهای من رو ببینید. پل طبیعت بچه ها پارک طالقانی تهران و پارک آب‌وآتش رو با هم دیگه متصل میکنه و روی اتوبان مدرس تهران واقع شده و همونجوری که تو تصویر میبینید خود مجموعه آب‌وآتش جاهای مختلف دیدنی داره، مثل همین فانوس دریایی که الان توی تصویر دارید میبینید و گنبد مینا و یه سری جاهای دیگه که حالا توی یه ویدیو جلو براتون ازشون ویدیو میگیرم و آپلود میکنم. خود پل طبیعت یکی از نقاطیه که معمولا توی برنامه تهرانگردی گردشگر داخل و خارجی حتما هست و کسایی که میان تهران حتما به اینجا میان یه سر میزنن و خب یکی از مناطق زیبا و چشم نواز تهران محسوب میشه، علل خصوص توی شبا که نورپردازی باحالی داره پل و عکسای خیلی خوب و سلفی های خیلی جذابی میتونید بگیرید. خود پل توسط یه خانم جوان ایرانی به نام لیلا عراقیان طراحی شده و توی سه طبقه هست. طبقه اولش یه فودکورت با ظرفیت 300 نفر هست، یه سری کافی شاپ و رستوران داره. طبقه دومش یه سری نیمکت داره برای استراحت بازدید کننده و طبقه سومش که خب نمای خیلی باحالی به تهران داره، چشم انداز و ویوی باحالی به تهران داره، برای عکاسی و سلفی گرفتن خیلی جای مناسبیه. طراحی این پل طراحی منحصر به فردی نزدیک 18 میلیون دلار هزینه شده براش و برای زلزله بالای 7 ریشتر مقاوم سازی شده، برای 100 سال حداقل کارکر طراحی شده و جوایز خیلی زیادی رو برده. به عنوان بزرگترین پل غیر خودروی خاورمیانه شناخته میشه و نخست پل غیر خودروی ایران. کانسپت پل طبیعت یه طراحی ارگانیک و شبیه به درخت داره که با متزیست هم سازگار باشه و شکل درختی ستونهاش به نوعی ادامه دهنده پیوستگی دو فضای سبز اطراف این پل هست، یعنی پارک طالقانی و پارک آب‌وآتش. خب الان توی طبقه دوم پل داریم قدم میزنیم و اجازه بدین از پله ها برم بالا براتون ویدیو بگیرم. نمای روبه اتوبان مدرس تهران رو میبینید و خیلی جذابتر از این چیزی که توی ویدیو میبینید و حتما بیاید اینجای سر بزنید و از نزدیک این تجربه فوق العاده رو داشته باشید. دو طریق هم میتونید به این پل دسترسی داشته باشه، یکی اینکه از طریق مترو و ایستگاه شهید حقانی هست یا اینکه اگر با خودروی شخصی یا تاکسی میایید از اتوبان حقانی و بعد از شاهراه جهان کودک.